بر اساس گزارش‌های دریافتی، جوانان در مناطق مختلف تهران به خصوص در نارمک و تهران نو فعالیت‌های خود را با شعار نویسی و دعوت به تظاهرات اعتراضی علیه رژیم آخوندی در روز موسوم به قدس را افزایش دادند. کیهان ولی فقیه ارتجا در یادداشت روز خود نسبت به پتانسیل اعتراضی در دانشگاه ها و خطر خیزش دانشجویان علیه دیکتاتوری آخوندی هشدار داد و نوشت: دانشگاه ها با توجه به موقعیت، پتانسیل و اثرگذاری خود همواره بیش از هر نهاد دیگری مطمع نظر دشمن و دنباله های داخلی آنان بوده است. کیهان با استناد به اظهارات اخیر خامنه ای بار دیگر دانشگاه را دایره قرمز توصیف کرد و نوشت: دشمن به عنوان گروه هدف دور دانشگاه و دانشجو را دایره قرمز کشیده و در نقشه تهاجم خود آنان را مشخص کرده است. یکی از مسیرهای نفوذ تشکل‌های منتقد و ناراضی است. گاه دانشجوی منتقد در قامت یک معترض ظاهر می شود. کیهان ولی فقیه ارتجا می نویسد: در ذیل تشکل‌های دانشجویی، نشریات دانشجویی نیز از جمله مواردی است که زمینه قابل ملاحظه‌ای برای نفوذ دشمن دارند. آنان تلاش می کنند تا مقاصد شوم خود را با زبان و قلم دانشجو بیان کنند تا ضریب القا پذیری مخاطبین دانشگاهی افزایش یابد. حوادث چند سال اخیر دانشگاه ها نشان داده که بیان مشکلات صنفی و چاره‌جویی برای حل آن از سوی دانشجویان پتانسیل بالایی برای نفوذ عناصر بیرونی و ایجاد بحران داشته است. کیهان افسود: نوشتن بیانیه‌های تحریک‌آمیز و راه‌اندازی تحصن می‌تواند نقطه شروع مناسبی برای سوء استفاده دشمن باشد. یادآوری می‌کنیم که خامنه‌ای هفته پیش در مورد خطر اعتراضات دانشجویی علیه رژیم هشدار داد. اونی که من قبلها هم گفتم، بارها هم گفتم، الانم میگم اینه که جریان دانشجویی یا جنبش دانشجویی یا هر چه دیگه اسمش هست تصور نکند که وظیفه‌شه که معارضه کنه با دستگاه متولی امر و متصدی اداره کشور. نه، این خطاست. چه لزومی داره مگر معارضه کردن که کار درستی نیست.